همگیری کرونا در هند بیداد میکنه و همزمان بیماری مرگبار دیگه ای شایع شده که قبلا نادر بود و هزاران نفر از مبتلایان یا بهبودی یافتگان کووید درگیر عفونت قارچ سیاه شدند و بیمارستان ها بخش ویژه اپیدمی دایر کردند. قارچ سیاه در واقع یه بیماری نادره، ولی در خلال همگیری کرونا در هند بسیاری از ایالت هند از شویه اون خبر میدن و در شهرهایی مثل دیلی نو بیمارستان ها برای مبتلایا بخش های ویژه ای دایر کردن. عفونت قارچی بسیار تهاجمی است و او باید به سرعت مداوا شود. مرکز کنترل پیشگیری بیماری های عفونی آمریکا نرخ مرگ و میر ابتلا به این عفونت رو 54% اعلام کرده که رقمی واقعا هشدار دهنده است. پزشکا باید بافت‌های مرده ناشی از عفونت رو به صورت از بدن بیمار جدا کنن و در برخی موارد لازمه بخشی از صورت بیمار برداشته بشه تا قارچ به مغز نفوذ نکنه. گاه عفونت در حدی پیشروی میکنه که پزشکا ناچار میشن چشمای بیمار رو هم تخلیه کنن و مبتلایان در صورت عدم مداوا ظرف چند روز جون میسپارن. به طور معمول سیستم مناعی بدن افراد عفونت قارچی رو دفع میکنه، اما کسایی که به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای دیابت، سرطان یا پیوند عضو بدن ضعیفی دارن بیشتر در معرض این بیماری هستند و در صورت ابتلا خطر جونی اونها رو تهدید میکنه. بیماری قارچ سیاه توسط گروهی از کپک‌ها به نام موکورمیستس ایجاد میشه که در سراسر محیط از جمله در خاک و گیاه‌ها زندگی میکنن. در بسیاری از کشورها از جمله در آمریکا، استرالیا و هند این بیماری دیده شده و علائم موکورمیستس به بخشی از بدن که قارچ در اون رشد میکنه بستگی داره. از جمله علائم این عفونت قارچی میشه به موارد زیر اشاره کرد، مثل تب، سرفه، سینه درد، تنگی نفس، تورم در یک سمت صورت، سردرد، گرفتگی سینوز، ضایعات سیاه رنگ روی پل بینی یا روی دهان، شکم درد، حالت تهوع و استفراغ، خونریزی گوارشی، اسهال. از اونجا که این عفونت از نوع تهاجمیه باید هرچه سریعتر از بین بره و بافت‌های مرده برداشته بشن. به همین دلیل بعضی وقتا جراح مجبور میشن بینی، چشم یا حتی فک بیمار رو بردارن تا جلوی رسیدن به مغز رو بگیرن. بسیار خوب، این خبر همینجا به پایان میرسه و لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و با خبرهای حرفه‌ای و داغ با خبر فوری همراه باشید. در ضمن زنگولم بزنید.